بسم الله الرحمن الرحيم فوضعني إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بإشكال أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات يدي وفاه اللهم صل على محمد وآل با توجه به اینکه چند هفته بیشتر تا ماه محرم باقی نمونده و وعده به یکی از عزیزان دادم که جلساتی در ماه محرم صبح جمعه ها برگزار میشه به بحث کوفه بپردازم، رضا ناگزیر باید این جلسات مانده مباحث دامنه داری انتخاب نکنیم و با توجه به اینکه هفته آینده انشالله اگر روزیمون باشه در آستانه عید الله اکبر هستیم که من یه بار دیگه برای خودم، برای کاسبی شخص خودم عرض میکنم که ولو به اندازه اینکه زنگ بزنیم ساندویچی سر کوچه‌مون یه همبرگر برای یکی از همسایه‌ها بگیریم، این ایده قدیر رو از دست ندید. من برای خودم دارم کاسبی میکنم، انشالله که این نفس خبیث و این زبان کثیف در یک نفر اثر بگذاره که قصد نداشته یه قدم کوچکی در راه امیرالمومنین برداریم. قربت امیرالمومنین صلوات الله علیه در جامعه ما آزاردهنده است. قربت هم فقط این نیست که ما به ظاهر عید بگیریم و یا به ظاهر عزا. امروز از تقریبا 4 صبح یاد داشتم و نگاه میکردم که برای امروز چه بحثی رو خدمت شما تقدیم کنم. قصدم این هست که خیلی از فضای نهج البلاغه دور نشیم و حرفای خودمون رو نزنیم، ولی با توجه به این که امروز روز عید قربان هست و روز عظمت حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام، خیلی این در اون در زدم ولی بازم دلم نیمد که به این موضوع نپردازم. برای اینکه از فضای نهج البلاغه امیرالمومنین دور نشده باشیم، یکی از خطبه های حضرت رو یه قدر خیلی کوتاهی معرفی میکنم، چند تا جمله ازش میخونم، بعد انشالله ببینم که کار به کجا میرسه. یکی از خطبه های امیرالمومنین صلوات الله علیه که در شناخت انبیا و سبک زندگی ما اثر داره خطبه 160. سبک زندگی آقا یه ظاهری داره که این کمترین اثر سبک زندگیه. این که من مثلا فرض بفرمایید ظاهر لباسم چیست، ظاهر رفتارم چیست، ظاهر آداب کلامیم چیه، اگه کسی رو اینا سرمایه گذاری کنه به این زودی ها در جامعه تغییر سبک زندگی اتفاق نمیفته، بلکه اینها نشأت گرفته از یه سری تفکره. اینقدر که انبیاء الهی و به ویژه خاتم انبیاء روی عدم تعلق به دنیا حرف میزدن، بیان میداشتن که بنده به خاطر اینکه خودم پام در گل دنیا گیره خیلی ورود به مسائل اخلاقی نمی کنم معمولا، علت این بود که میخواستن دلهای مردم به سمت باطل گرایش پیدا نکنه. گاهی اوقات وقتی این خطبه 160 امیرالمومنین آدم میخونه احساس میکنه که اگر امروز انبیای خدا تو جامعه ما بودن، معاذ الله اینها رو به چه چشمی نگاه میکرد. تو جامعه ما فقیر رو به چه چشمی نگاه میکنیم؟ کدوم فقیری مثل حضرت موسی است در زندگی؟ و کدوم عزیزی از بندگان خدا به عزت حضرت موسی است؟ استنعت و کل نفسی، خدا در قرآن حضرت موسی میفرماد که تو رو برای خودم درستت کرد. بعد این خطبه 160 رو ببینیم که خدا امیرالمومنین میفرماد که وقتی هم حضرت موسی میفرمود که
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای آن چه تو بر من بفرستی من فقیرم و به تو رو کردم. امیرالمومنین میفرماد نون نداشت بخور حضرت موسی، اینجا یه قرص نان میخواست. ما اگر یه وقت اینطوری خدای نکرده گاهی دچار عسرت اگر بشیم، نه در این حد که نون نداشته باشیم بخوریم. میگه حضرت موسی علیه السلام اونقدر از سبزی هایی که خوردنی عموم هم نیست خورده بود، سبزی اینها از شکمش که چیزی باقی نمونده بود پیدا بود، همونطور که پوست نازک میشه رگ بیشتر پیدا میشه. وقتی عرض میکرد که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یه قرص نان میخواست. اما اینقدر با ادبیات مؤدبانه خاضع در برابر حضرت حق، ما یه ذره زندگیمون بالا پایین بشه قهر میکنیم. بنابر خدا تعجب میکنیم چرا ما رو تحویل نمیگیره. امیرالمومنین تو خطبه 160 به ما میخواد بفرماد که اونایی که عزیزان خدا بودن، خدا با اینا چجوری رفتار کرده. خدا عزیزانش رو تربیت کرده برای خودش. واستنعت کل نفسی، یه تعبیری داشته که از عزیزان خیلی تعبیر زیبایی، خیلی لذت بردم ازش. گفتش که سر سفره نشسته بودیم، یه پیاز تند و تیزی هم خورد کرده بودن. خب پیاز هرچی تند و تیز تر باشه طرفدارش بیشتره تو بزرگترا. یه بچه ای داشت بازی میکرد اومد سر سفره، این پیازه رو برداشت گاز زد، تند بود، شروع کرد به گریه کردن، انداخت و رفت. اونی که لطیف بود گفته بود که بلاها در دنیا اینطوریه، اونی که ظرفش کوچیکه گریه میکنه و فرار میکنه، اونی که ظرفش بزرگتره به استقبال میره. خدا انشالله در روز عید قربان که روز ظرفیت بندگیه به ما ظرفیت بندگی عطا کنه، برکت امیرالمومنین. و اگر ظرفیت ندارن کسانی مثل بنده، ناامید نشن، چون اهل بیت توان این که ظرفیت ایجاد کنن دارن. اون کاری رو که ظرفیتش هم نیست اونها میتونن در ما ایجاد کنن. مثلا حقیقت امامت این دو سه تا جمله از خود پیس 160 بخونم و جملات خدمتون عرض میکنم. حضرت امیر سلام الله علیه بعد از اینکه ابتدا با توحید شروع میکنن، خطبه 160 خطبه تقریبا مفصلیه، با امره قضاء و حکمه شروع میکنن. امر الهی، قضا و قدر الهی، حکمت، هم حتمیه هم حکمت الهیه، بی سبب نیست. و رضاه امان و رحمه، رضایت اوست که امنیته و رحمته، نه رضایت دیگران. راجب انبیاء خدا که صحبت میکنن فرمود که و ان شئت ثنیتو به موسی کلیم الله، حساب کتاب خدا و حساب کتاب ما فرق میکنه. اگر بخواید آی بنده ها راجب موسی که کلیم خداست، عزیز دردانه خداست، خیلی خدا هواشو داشته، آیات قرآن رو در مورد حضرت موسی آدم نگاه کنه خیلی هوس میکنه که خدا اینطوری با آدم رحمت کنه. وقتی خداوند در سوره طه میفرماد به حضرت موسی که برو سراغ فرعون، اول میگه خدایا من کمک میخوام. میفرماد که قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، برادرت هم فرستادم باد، فذهبا الی فرعون انه طغى. خدا قدم به قدم رشدش داده، بری سراغ فرعون که طغیان کرده. حضرت موسی عرض میکنه که آقا من میترسم، اینا چیکار میخوان بکنن با ما؟ حضرت عقل فرمود که قبلا مگه نبود هر جا تو درگیری داشتی من اومدم، خواستن بکشنت، انداختم تو
توی صندوق بردم تو خانه دشمنت بزرگت کردم و القیت علیک محبتا منی، سایه محبت من رو سر تو بوده همیشه. بعد تعبیر رو عوض میکنه، اول میفرماد شما دوتا بروید، وقتی میگه بروید به من میگن برو در یه بیابون تنها، خوفه، میترسن. تعبیر رو عوض میکنه، میفرماد فأتیاهو، بیایید. فرق برید و بیاید چی آقا؟ در بیا یعنی خودم اونجا هستم، زیر نظر خودم میت، بیایید چی نمیشه. این آیات سوره طه رو ببینید، عزیز دردانه خداست موسی، ولی علامت عزیز دردانه این نیستش که ظاهرا در این دنیا هم لزومن از نعمات مادی برخوردار باشه. رضا امیرالمومنین فرماد که بنده های خدا خیال نکنید خبریه، اگه بخواید از موسی کلیم الله براتون میگم که اون موقعی که عرض کرد رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، والله ما سأله الا خبزا یأكله، یه قرص نان میخواست، گرسنه بود، ولی ادبیاتش رو ببینید فروازی در نمیاره برای خدا. رب انی لما انزلت، تنگ تکلیفم نمیکنه، ادبش اینه که نمیگه نون میخوام، وقتی گرسنگی بهش فشار میاره این رب انی لما انزلت الیه، خدای هر چی بخوای به من برای من بفرستی یا پیش پام بگذاری، من خیرم فقیر، من فقیرم. خدا انشاءالله ما رو این روزهایی مثل قربان و عرفه با فقر ببرد محضر حضرت. اگه ظرف خالی نداشته باشیم نمیشه پرش کرد، ظرف پر رو که نمیشه پرتر کرد، گاهی ما توهم ظرف پر داریم، با ظرف خالی بری پرش میکنه، کرمش اقتضا میکنه. بعد میفرماد که لأنه کان یأکل بغلت الارض، این من خیلی نمیخوام جسارت کنم، همین سبزی هایی که رو زمین میروید و میخورد. ولقد کانت خضرت البغل ترا من شفیف صفاق بطنه، اینقدر لاغر شده بود و اینقدر فقط از همین سبزی های بیابان خورده بود، فرار کرده بود از دست موسی، از دست فرعون دیگه، که از روی شکمش سبزی داخل بطنش پیدا بود. لهزالهی و تشذب لحمه، چون گوشتی باقی نمونده بود به بدن مبارکش، با اینکه عزیز خدا بود، دست پرورده خدا بود. و انشئتن فلفت به داوود صاحب المزامیر و قارئ اهل الجنه، داوود که قاری اهل جنت بود و صاحب مزامیر بود، پیغمبر خدا بود، عظیم الشأن بود، با دستش حصیر میبافت، دست فروش بود، کنار خیابونگاهی این هستا، همین نزدیکای شما هستن کسایی که میشناسن دست فروش هست، جوراب میفروشه همین اطراف، ولی مرد خداست. حساب کتاب خدا با حساب کتاب ما فرق میکنه، چون حساب کتاب ما با اون فرق میکنه و یه عده‌ای بعد از سقیفه تفکر مردم رو عوض کردن، تاج ملکه ایران رو سر زن پیغمبر گذاشتن، خیلی از اون چیزهایی رو که پیغمبران ما و ائمه رشته بودن پنبه کردن. امروز هم شما دعواشو میبینید، دعواست تو جامعه برای چی؟ برای اون چیزی که خداوند نخواست به انبیاش بده. امیرالمومنین میخواد بفرماد اگر نه اینی که دنیا بده، همین امیرالمومنین در نهج البلاغه کسی به دنیا فحش بده حضرت باهاش برخورد میکنه، دنیا بد نیست، اون که خیلی خطرناکه دلبستگی خدا، اگر دوست داشت به انبیاش میداد. این ایمان لازم داره، این حرف شنیدنش اونم از یک دهان کسیشون مثل من فایده نداره، این ایمان لازم داره. حضرت میفرماد از عیسی میخواید براتون بگم که به نحوه اعجاز اومد روی زمین، یأکل الجشب، نان خشکی میخورد که شما نمیتونید بخورید، فکان ادامه الجوع،
نونو با چی میخورد؟ حضرت میفهم نونو در گرسنگی میزد و میخورد. خورش او گرسنگی بود، یه نان خشک بود، یعنی فقط همین. و سراجه او باللیل القمر، چراغش تو شب ماه بود، یعنی چیزی نداشت. و ظلاله فی الشتاء مشارق الارض و مغاربها، سایش هم همین در دیوار خیابون و بیابون بود، ولی پیغمبر خدا بود. مسیر اونی نیست که من و شما داریم میریم. این به این معنی نیست که ما در دنیا تلاش نکنیم، حرف روشنه. بعد امیرالمومنین یه جمله میفرماد که من از همینجا بحث و مخام نگه دارم، خطبه 160. بعد میفرماد لولم یکن فینا، خدایا پناه برد، لو لم يكن فينا الا حبنا ما ابغض الله ورسوله، اگر در ما همین نباشه که اون چیزی رو که خدا و رسول دوست ندارن ما دوست بداریم. و تعظیمنا ما صغر الله ورسوله، اون چیزی رو که خدا و رسول کوچیک میدونن ما بزرگ حسابش کنیم. این حساب کتابمون فرق کنه. همین برای دشمنی با خدا و رسول بس از من میفهم. من چون خودم مبتلام میتونم خیلی اینجا توضیح بدم. هر کس به خودش رجوع کنه معلوم میشه که اونجایی که خدا و رسول دوست داره او دشمن میداره یا نه. گناهان فردی و اجتماعی که امثال حقیر گرفتارشن نعوذ الله، امیدواریم حضرت حق جل و علا این رو دشمنی قلمداد نکنه. نفس خبیث گرفتاره، نه دشمنی. چند بار امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن که ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، این ابراهیم سلام الله علیه که عزیز خداست، چند جور آزمایش شد. اونجایی که خودش آزمایش شد مثل کوهه. وقتی قرار شد بره بت‌ها رو بشکنه و شکست و گرفتندش، در روایات ما هست ابراهیم نشسته بود آماده که پرتابش کنن، اونجا که میخواد خودشو ولی خدا، اونجا که خودش قرار اذیت بشه اصلا براش مهم نیست، به استقبال میره، حمله میکنه به سمت بلا. نشسته بود در اون سبدی که میخواستن پرتابش کنن، فرشته ها نگاه کردن دیدن دعا هم نمیکنه، اومدن گفتن که از خدا بخوا. گفت علم او به حال من، او داره منو میبینه. علم او به حال من، منو بی نیاز میکنه از این که از او چیزی بخوام. او برام مقدر کرده، این مقام هر کسی نیست دار. او داره منو نگاه میکنه، او اینطور راضیه، من هم راضیم به هر چی او بفرماد. به استقبال رفت، آرامشش قبل از این که هم پرتابش کنن در آتش، به اون لحظه‌ای که داشت از آتش سرد شده میمند بیرون تغییر نکرده. رحمت خدا، درود خدا، رضوان خدا بر امام راحل ما که نفحاتی از این لحظات ما نشون دادم. موقعی که همه در قلقله بودن که الان چی میشه، به ایشون گفتن شما چه حالی داری؟ فرمود هیچ. قلب مؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین سرانگشتان خداست، خودشو در محضر حضرت حق میدونه. هیچ قدرتمندی هم به اون میزان قدرت نداره که بخواد از اون حالت اون رو بیرون بیاره یا جابجاش کنه، لذا آرامشش به هم نمیخوره. این همه مشکلات روحی روانی که تو جامعه ما هست و اگر خدایی نکرده هم زده بشه، معلوم میشه که چه فجایعی از مسائل روحی روانی تو جامعه ما هست، همش مال اینی که ما اتصالمون رو به اون منبع لایزال کمرنگ کردیم. خدای حضرت ابراهیم خیلی آزمایشات سختی کرد، خیلی آزمایشات سختی کرد. آیات قرآن رو فقط ببینید، من دو سه تاشو اشاره میکنم.
در حال سفر هستن، با ناموسش داره سفر میکنه. یک جایی مبتلا شد به یه سلطانی که نگاهش به سمت ناموس ابراهیم رفت، بعد دستش به سمت او رفت. ظرفش بزرگ بود که اینطور آزمایش میشد. هرچه بلا سنگین تر باشه از ظرف اون مبتلا خبر میده. شما برای اینکه یه مورچه رو بکشید آقا از تفنگ وینچستر استفاده نمیکنید، از سنگ 200 کیلویی استفاده نمیکنید. هرچه ابتلا بیشتره معلومه مبتلا شیرتره، ظرفش بزرگتره، پروازش بیشتره. هرچه فشار این فنر بیشتره جهشش هم بیشتره. اینا براش ساده بود تا اینکه خداوند دستور داد برو فرزندت رو که در آخر عمر به دنیا اومده، تک فرزند، اون موقع هنوز فرزند دیگه هم نداشت، به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم قرار بده. اونی که من میخوام از این سخنان کم ارزشم خدمت شما القا کنم اینه که ما تو جامعهمون در تبلیغات ریاست جمهوریمون ابتلا رو ذلت گاهی حساب میکنیم. البته معلومه گاهی اشتباه میکنیم، چوبشو میخوریم، اونو نمیخوام عرض کنم، ما ابتلا رو گاهی ذلت حساب میکنیم. برو بچه رو بذار در یه بیابان، این کار کرد، هیچ آثار ضعفی در اون نیست. و بعد از مدتی برگرد اینجا، این خانه رو بسازید، با هم ساختن. بعد یه خوابی دید که حالا عرفا اینجا به دست انداز افتادن، نمیخوام واردش بشم که اصلا چطور ممکنم چه اتفاقی بیفته. بعضی مثل ابن عربی میگن ابراهیم ندید که باید فرزندش رو قربانی کنه، در حال قربانی کردن دید. گفت انی عراف المنامه انی اذبحوک، بعضی اینجا گیر کردن اصلا چی یعنی چی، اهلش برن اونجا رو ببینن. پسرش رو صدا کرد انی عراف المنامه انی اذبحوک، چی تربیت کرده؟ پسری رو که رها کرده در کودکی، در تشنگی، در گرسنگی، در وادی غیر زیزر، که هر کدوم اینا هم آیت قرار داده برای آیندگان. اون فرزند تشنه میشه، چشمه‌ای میجوشه، اون چشمه هنوز هست، بعد از مدتی بر میگرده خونه رو که میبیته الله رو که میسازه، بعدن صدا میکنه این پسر جوانش رو، نوجوانش رو که انی عراف المنام انی اذبحوک، دیدم که دارم میخوام ذبحت کنم، چی تربیت کرده. خدا انشالله بچه های ما تا قیامت عاشق و شیعه و شیفته و عبد قرار بده. اونم جواب داد که یا ابتف علما تؤمر، هر کاری که دستور داری انجام بده. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، صبر میکنن. اگر تصور کنه انسان که انسان تیغ به دستش بگیره و به گلوی فرزندش بگذاره، خیلی باید عاشق باشه. بعد فرمود قرآن که ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، کیا به ابراهیم نزدیکن؟ اونا که اون راه رفتن. و هذا النبی، پیروان این پیغمبر هم همینطورن، بلکه بعضی وقتا ابراهیم رو رد کردن، از ابراهیم سبقت گرفت.
رسول الله لحظات آخر عمر شریفشون نگاه کردن، امیرالمومنین رو صدا کردن، میبینه همه چیز رو پیغمبر، همه چیز مهیاست، آزمایش خیلی سختیه. امیرالمومنین وصیت کردن، خدا خودش میدونه که آزمایشی که امیرالمومنین شد با آزمایش ابراهیم قابل قیاس نیست. لذا یه تفاوتش اینه که در اون ماجرای حضرت ابراهیم که آیه مفصل 124 بعد بحث بشه مفصل راجبش، وقتی پیروز میشه حضرت ابراهیم از اون آزمایش، خداوند بهش میفرماد که اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، وقتی اون کلمات وجودی رو طی کرد ابراهیم و تمام کرد و رد کرد، از ابتلا هم قول علامه طباطبایی میفرماد بلا بلیه به این معناست که ظاهر، مثلا فرض کنید این کمد خونه شما ظاهرش ایراد پیدا کنه، پوسیده بشه، عمقش شما ببینید. یه جوری من آزمایش کردم خدا میفرماد ابراهیمو که تا ته دلشو دیدم. وقتی این اتفاق افتاد بیان اومد که انی جاعلو که لناس امام، تو بر مردم به امامت رسیدی با اینکه پیغمبر بود. آزمایشات ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام بسیار پیچیده و سخته اگر آدم بخواد بحث کنه. عرض کردیم سعه وجودی اون مبتلا نشون میده که چه عظمتی داره، ولی در این آزمایشات وجودی اون که خیلی سخت بود و دلکند، هر بار با یه عافیت مواجه شد. اونجایی که دست به سمت ناموسش رفت، اون دست خوش شد به امر الهی. اونجایی که مبتلا شد به ذبح فرزند، خداوند جایگزین داد. در روایات هست دیگه، آیه میگه و فدیناه به ذبح عظیم، حیوانی اومد اون رو ذبح کرد و امروز هم عید قربان برای ما. در روایات هست که قربانی آل انبیا کس دیگری است، هر کسی این ظرفیت وجودی رو نداشت که به این مقام برسه. ابراهیم هنوز کلاسش به اونجایی نرسیده بود، این ظرف برای ابراهیم هنوز جا داشت، باید بزرگتر میشد ابراهیم. لذا فرمودن که انی جاعل که لناس اماما، در حالی که اهل بیت علیهم السلام انی جاعل که للعالمین اماما، امام عالم وجوده نه امام مردم. یکیشو بگم که دلتون بخواد، ابو بصیر میگه با همسرم بخواستیم بریم، یعنی همسرم به من گفت، ما کوفی بودیم، همسرم گفتش که من خیلی برای امام صادق دلم تنگ شد، پیر شدیم، دیدن امام هم سخت شده بود اون روزای اواخر عمر شریف حضرت، در اسرت قرار گرفته بود. گفت یه بار دیگه بیا بریم آقا رو ببینیم، میترسم من بمیرم. راه افتادن از کوفه اومدن دور، نزدیک ورودی دروازه شهر مدینه به حال احتضار افتاد این زن. یار امام صادق شروع کرد گریه کردن، این زن گفت گریه نکن، برو برو به امام صادق بگو. زائرت با امید اومده بود منو شفاعت کن. اینا رو میگم برای چی؟ برای اینکه انی جاعلو که لناس امامو میگم فرق داره. میگه من رفتم خودمو به حضرت رسوندم، منو که تحویل گرفتید حالم خوش نیست. گفتم آقا خانوم من محب شما بود، ظاهر شما بود، لابد الان از دنیا رفت، حضرت من برو بیارش. بله تعجب کردم، چشم گفتم برگشتم نم نشسته منتظر. پرسیدم گفتش که من احساس کردم به حال احتضار رفتم و اغما، دیدم عده‌ای اومدن جان من رو بگیرن. خب این فرد ویژه بود، این همسر، این یار معرفت داشت، لذا میگه قابض الارواح خودش اومده بود، مثل منو که معلوم نیست آدم حساب کنه خودش بیاد.
آماده شدن برای اینکه من رو ببرن، یک لحظه دیدم امام صادق صلوات الله علیه اینجا هستن، صدا کردن او رو، فرمودن فعلا منصرف بشید. همه رو گفتم برای این جمله. میگه عزرائیل سلام الله علیه به حضرت صادق عرض کرد که نعم ایها الامام، چشم ایها الامام. اگر حضرت ابراهیم سلام الله علیه انی جعلک للناس اماما، همه عالم وجود در قبضه قدرت امامه. این قدر قدرت داره ولی در برابر حضرت حق خاک خاکه. نگاه کنید در سیره اهل بیت ما، شما میبینید که همه همون مسیر رو رفتن، هیچ امتحانی سخت‌تر نبود برای امیرالمومنین از این که در اون ماجرا صبر کنه و ناموس خدا آسیب بره. ابراهیم ها اینجا باید بیان سر درس بنشینه. اگر روز ابراهیم و اسماعیل عید قربانه، روز علی و فاطمه رو چه باید اسمشو گذاشت؟ نوبت امام مجتبی رسید. وقتی دید عالم وجود بسته به اینه که او باید اینجا صبر کنه در برابر اون ملعون، آتش بس امضا کنه که جسارت بشنوه، هزار بار برای امام مجتبایی که انبیاء الهی در برابر او ترسو قلم داد میشن در برابر شجاعتش، بلکه او معطی شجاعته، معطی صفات و کمالات نسبت به عالم وجود اهل بیت. صبر کرد و شنید، دم نزد. بعضی وقتا بعضی از رفقا اومدن جسارت کرد، به یکیشون فرمود که من برای حفظ جان تو این کار رو کردم. نوبت به سید الشهدا که رسید که دیگه کسی حرف نمیتونه بزنه. من دلم از همین سحر امشب رفت یه جایی که اونایی که به امام حسن علاقه دارن، امام حسن تو کربلا هم قربانی کرد. چون یه مرجع بزرگی این مقایسه رو انجام داده، من عرض میکنم. فقط یه جمله عرض کنم قبلش، ببخشید از اینکه موز پراکنده حرف دادم، چون حال خودم متلاطمه. امروز روزیه که خداوند میتونه به ما نظر کنه اگر بخواد، زیر و رو کنه، بخره. مثل دیروزی را افتاده بودن، پریروز در واقع را افتاده بود سید الشهدا صلوات الله علیه، از مکه خارج شدند، و اگر دیروز جایی کنار کوها عرفه رو خونده باشن، اگر مال سال آخرشون باشه، یکم که راه اومدن، مثل این روزهای آتی نزدیک ما، لحظاتی در منزلگاهی که استراحت کردن چشماشون رو هم گذاشتن، از حضرت علی اکبر روی لول فدا این روایت کردن، بعد از خیمه اومدن بیرون. خب این کاروان که داره میره خیلی صغیر و کبیر توش هست. از خیمه که اومدن بیرون یه نگاهی به اهلشون کردن، بچه ها شاید بازی میکردن، رفت آمد میکردن. راوی میگه ابو عبدالله حسین بچه ها رو یه نگاهی کردن، شروع کردن گریه کردن. ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. نگاه که کردن تا عمق ماجرا رو دیدن. خداوند هیچ جای متوقف نکرد سید الشهدا را. هرچه بلا سخت تر شد، ترسی بیشم عرض کردیم، کار به جایی رسید که روایت معتبر بیانش اینه که پیغام رسید که بسه، بیش از این توقع نیست. روایتش صحیح هست، دو بار در کافی با سند معتبر اومده که نصر نازل شد، نصر الهی تا
تکوینی نازل شد یعنی بیش از این توقع نداشتیم. یا حسین لقد صدقت الرؤیا، همونطور که یا ابراهیم لقد صدقت الرؤیا. بسه، ظرف وجودی اون کسی که باب نجات الامه اوسعه. رضا ادامه داد، من امروز میخوام متوسل به امام حسن بشم، چون تو کربلا نشون میده که یه ابراهیم و اسماعیلی هم در کربلا هستن گفتگو کردن با هم دیگه. خدا رحمت کنه روح ملکوتی مرحوم آیت الله تهرانی علی الله مقامه و شریف، و ایشون اینجوری مقایسه میکردن، گفت اگر بخواید ابراهیم و اسماعیل کربلا رو ببینید، اونجا آمد از ابراهیم عرض کرد که انی ارا فی المنام انی اذبحک، دیدم که باید سر از پیکر جدا بشه. پاسخ پسر در اوج عبودیته، ولی با این عبارت که یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. صبر میکنم، صبر یعنی تلخه ولی من صبر میکنم، دستور خداست، مولا دستور داده، من صبر میکنم. مثل همین گفتگو در کربلا اتفاق افتاد. شب عاشورا ادب میکرد پسر امام حسن، در روایتی که خصیبی نقل کرده که عقب نشسته بود سید الشهدا با اصحاب که صحبت میکرد، او در قلقل بود ولی ساکت بود. اصحاب صحبت کردن، سید الشهدا جای اینها رو در بهشت نشونشون داد، صبر کرد رفتن. این ادب نشان از عظمت داره. وقتی رفتن آمد جلو، عرض کرد که اما من چی میشم؟ فرمود که مرگ در نظر تو چگونه است؟ نفرمود که صبر میکنم، بلکه عرض کرد احلا من العسل، من به استقبالش میرم، من در آغوش میکشم مرگ رو. اما ظرافت زیاده اینجا، منم میخوام زود جمعش کنم. حضرت وقتی دیدن حالت او رو، سید الشهدا پسر اون کسی است که امین الله فی ارضه هست، اما لحظه تدفین سیدت النساء مونده بود چجوری باید این امانت رو تحریر بده. سید الشهدا امانت از دست امامش گرفته. حضرت مصطفی فرمود حسین جان کن لاولادی خلفا و والدا، برو بچه هم پدری کن، اینا امانت هم. لذا تا دید که او مشتاقه نکنه در دل قاسم بیاد که ما رو میخواد فدا کنه، فرمود که این رو هم بهت بگم که شیرخوار ما رو هم میکشه. بعد فرمود قاسمم تو به بلای عظیمی گرفتی. بقیه شو دیگه دشمن نبو کرده، دشمن هیچ انگیزه ای نداره از این که بی جهت خواست سرباز و سپاه دشمن رو بالا ببره. حمید ابن مسلم میگه داشتیم نگاه میکردیم، از خیمه های نوجوانی بیرون آمد، صورتش مثل فلقه قمر یا شقه قمر میدرخشید روز عاشورا زیر آفتاب. تا اومد مقابل سید الشهدا قرار گرفت، نگاهش افتاد به قامت قاسم با اون شمشیری که رو زمین کشیده میشد، زره به تن نداشت، شروع کرد گریه کردن. قبول نکرد امانتی. خوش به حال قاسم که بلد بود چجوری با امام زمانش ارتباط بگیره. جمل یقبل یدیه و رجلیه، وقتی دید سید الشهدا امتناع میکنه اول دست بوسی کرد، وقتی دید حضرت امتناع میکنه افتاد روی پای حضرت.
منو از این سفره محروم نکن حسین جان. حسین جان ما رو از این محرمت محروم نکن. جعل یغبل یدیه و رجلیه. ما حسین دیده حیفه این آوازه، این غیرت اللهه. حیفه او مثل پدرش ببینه چه بلایی سره. بذار بره. جعلا یبکیان حتی غشی علیه ما. هم دیگه رو در بغل گرفت. گفت برو میدان. خرج و دموعه تسیل و علا خدای. رفت به سمت میدان در حالی که صورتش خیس عشق بود. من همیشه برداشتم این اینجا رو تکراری عرض میکنم. قاسم میخواست تو کربلا نام امام حسن هم یادگار بمونه. رضا فریاد زد انتن کرونی فانا بمال حسن.